سلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان عزیز شاگردان نهایت ارجمندیم استادان عالی قدریم افغانان که داخل و خارج از کشور هستین ما را از چینل زیبای خودتان میبینین یک سلام پر از صمیمیت برای همگیتان تقدیم میدارم امروز نمیفهم از دستی مرض کرونا در خانه دستی که هستیم من نمیفهم شنبه یک شنبه دو شنبه ولی فکر میکنم به نظرم شاید سه شنبه باشه یا دو شنبه است نمیفهم دقیق هوا هم کمک سرد است من ذرا خود گرم نگاه کردیم به صورت دوستای عزیزی همیش کمنت میمانند که استاد فکر طبیعی از این مرض خدا نگاه بکن که خدای نخواست تو از بین ما نری نخیر چیزی که تقدیر الهی هست به هر صورتش وقتم زیاد نمیگیرم فصل جدید احتمالات را آغاز میکنم انشاءالله و در این فصل من اول معرفی برنامه را دارم بعد از اینکه معرفی برنامه را کردم موضوع احتمالات یک ذره باریکی خاص خود داره ولی به هر صورتش ما آخرین تلاش میکنم تلاش خود را خواد کردم که چیزی که در ذهن من است برتان حتما او رو برتان میرسانم از تجاربی که من نسبت به سوالای احتمالات دارم همه تجربه رو در بین خود گذاشتیم نسبت به احصایه ما فکر میکنم حجم احتمالات کمی که بیشتر است در اوایل موضوعات ابتدایی است ولی هر چقدر که به طرف آخر میریم مخصوصا به طرف احتمالات صنف 12 باریکی ها فوق العاده تر همیشه و اون را انشاءالله برایتان میرسانم به هر صورت نام من نصیر عبادی دوباره خوش آمدید میگم به چینل زیبای خودتان برین یک جای آرام پیدا بکنین فقط ما باشم شما باشین کتابچه و قلم و سوالات را وقتی که طرح میکنم وقتی که براتون گفتم میشه که لطفا سوال خودتان اول فکر بکنین کار بکنین بلند کار کنین خود احساس بکنین که داخل صنف هستین و بعد از او که نتانستین انشاءالله ما حلش میکنم برصورت به قسمت معرفی برنامه ما کدام برنامه را در احتمالات داریم موضوع اول راجع به پرمیوتیشن بحث میکنم یعنی تبدیل و تبدیل و در بعضی اوقات اینجا دو بحث NR با وجود میاد به نام ترتیب هم بعضی هایی را یاد میکنن مشکل نیست موضوع دوم ما کامبینیشن است که عبارت از ترکیب است ما فکر میکنم این دو بحث در مکتب در قسمت صنف 9 زیادتر طرح شده و سوالاتی که معمولا از ترکیب و ترکیب داریم یا از تبدیل و ترکیب داریم اون قسم است مثلا یک تعداد اعداد میتر 4 عدد 5 عدد یا 5 رقم و میگه چند عدد 3 رقمی جور میکنین چند عدد 4 رقمی جور میکنین یا مثلا 8 رقم برتان میتون چند شماره تلفن جور میکنین اگر تکرار باشه اگر تکرار نباشه اعداد جفت اعداد تا این یکی از موضوعات هستن که شاگرد اکثرا از این گله داره مخصوصا در برنامه کانکور سوال هم زیاد برهم میشه گله شاگرد همی است که ما چطور بفهمیم که از پرمیوتیشن کار کنیم و ما چطور بفهمیم که از کامبینیشن کار کنیم حوصله کنیم انشاءالله تکنیکایی که من بلد هستم میفهمیم ما اول موضوع پرمیوتیشن رو مکمل درس میدم کل جزئیات پرمیوتیشن که شد باز بعد از کامبینیشن و بعد از اون فرقش هم انشاءالله شما خواهد فهمید بعد از اینکه از این خلاص میشیم یک معلومات راجع به خود احتمالات داریم Introduction on Probability تعریف احتمال احتمال چیز ایره انشاءالله شما خواهدید بعد اینکه از این خلاص میشین موضوع چهارم من فکر میکنم راجع به random experiment یا تجربه تصادفی ای چی را میگن؟ ایره برتان معرفی میکنم صحیح است و امیر اقام موضوع پنجم حادثه چی را میگه از نگاه احتمال ایره انشاءالله اگر رضای پروردگار پاک باشه خواهد دیده و امیر اقام اکزیومتیک اپروچ هر چی که میگه آن پروبابیلیتی یا تو پروبابیلیتی خب بله یعنی محاسبه تقریبی احتمال که محاسبه تقریبی احتمال است محاسبه تقریبی احتمال چیز و ما چطور میتونیم البته با احتمال دست پیدا بکنیم
این انشالله ما آستا استا خواهد دیدیم و در موضوع افتون راجع به احتمال شرطی انشالله بحث میکنم. Conditional probability. Probability. خب اگر اسپل غلط میشه لطفا مرا با بزرگواری تان ببخشید. احتمال شرطی چیست؟ این را انشاءالله ما خواهد دیدیم احتمالات شرطی رو بدک کن و امی رقم قانون زر ملتیپلیکیشن تیورم آن پروبیبیلیتی قانون زر در احتمال اینا چی هستن؟ این انشاءالله بحث میکنم و این رقم راجع به حادثه دیپندنت و اندیپندنت مستقل و غیر مستقل کدام حادثه مستقل است کدام حادثه نیست حوادث مستقل و غیر مستقل این هم موضوع جالب است کدام حادثه از همدیگر مستقل است کدام حادثه غیر مستقل است این انشاءالله خواهد دیدیم و تیوری بیس این دیگه این بحث فکر میکنم صنف 12 هست که اکثرا هیچ مد نظر نمیگیره ولی خیر با کمال احترام که با استاد صاحبای خود دارم انشاءالله این وقتی که درک بکنم مطمئن هستم که به همه شادگان عزیز خود میرسانم و بعد از او راجع به متحول تصادفی و توضیح تابع احتمال بحث خواهد کردم متحول تصادفی چیست و توزیع تابع احتمال این بحث را انشاءالله ما در احتمالات صنف 12 معمولا دارم و در آخر قضیه برنولی است و در آخر آن برنولی خواهد توضیح تابع برمولی اینی بحث را ما در خود بخش احتمالات بحث می کنیم از این بحث ها بارگیه که زیادتر از در پرمیتوشن و کامبینیشن است تیوری تابع احتمال را مثلا بخیر خود معرفی احتمال اوقدر مشکل نیست حوادث و جنجال نیست conditional probability احتمال شرطی یکان باری که خود داره قانون ضرب داره و همین رقم تیوری بیس مخصوصا رند و وریبل و یا متحول تصادفی و بالاخره توزیع تابع برنولی اینا معمولا باری که فوق العاده زیاد خود داره ما چندین لکچر بالای زی بحث میکنم ان شاء الله شما را درک میکنید بر صورتی رو کاپی کنیم پیش میریم کامل تست لطفا معلوم بشه ما ببینم بسیار مقبول خوب است پاک شدم پاک کنم آیا نی یک دو سه پاکش میکنم نمیفهم که شما در کدام لحظه مرا میبینید اما ساعت 7:25 البته است 7:25 شب است و ما با یک لکچر مقبول در خدمت شما قرار کنم خب حلاص هست
شروع میکنیم. بخش ادوان بگیرین پرمیتشن یا تبدیل. در بعضی اوقات شما شاید و شاید یک تعداد موضوعات مواجه شده باشید. چه قسم؟ مثلا شما یک بکس دارید. این بکستان سیریال نمبر داره. آه کد داره. قلف میشه. یعنی فکر بکنید که اینی یک دانه بایت باشه. سریع سریع رقم ادامه داره هر چی که هست. به هر صورت اینی که چهار کد داره. چهار خانه. و در اینجا ما کد، هر کد ما ده رقم داره از صفر تا نو. صفر، یک، دو، بالاخره تا چند؟ نو. این مجموعه که حساب بکنیم در رقم هست. هست یا نیست؟ صفر، یک، دو، سه حساب بکنیم تا نو در رقم. خب چون صفر هم رقم هست. خب صحیح. اینا لی. در اینجا یک عدد می اینجا یک عدد می اینجا یک عدد می اینجا یک عدد می. اگر پیشتون سوال بکنم که در اینجا چند رقم عدد میتونه بده شما میگین در رقم. در اینجا چند رقم میتونه در رقم. در اینجا چند رقم در رقم. در اینجا چند رقم در رقم. یعنی صفر، یک، دو، سه، چهار، پنج، شش و میشه. تصادفا یک روز یا یکی از روزها شما امی کودتان یادتان رفت و چی میگه؟ که یا الله ولی کود ازی چند خواهد بود؟ فرض مثال در ذهنتان همه قدر فقط خطور میکنن که اینی رقم اول ازی افت است. رقم اول ازی چی است؟ افت. و همه قدر هم میفهمین که سه رقم ما بعد ازی را من تکرار نداده بودم، یعنی من این رقم نشتا نکرده بودم 7745 یک عدد تکرار نگرفته بودم، فقط چهار رقم عدد مختلف گرفته بودم. شاید اف این اولش که افت است دیگه، شاید دو سه پنج یا صفر چهار نو. مقصد اینا بین خود تکرار نیست. حالا اگر از پیشتان سوال بکنم که اینی که ارقامی که میگه ارقامی که میگه ارقامی میاد تکرار نیست، امی چند رقم عدد خواد آمد تا این کد مورد نظرتان بکس باز شد؟ اگر بگم حساب کن بفرما چی کار بکنی؟ خب کسایی که معمولا با احتمالات آشنایی ندارن و مخصوصا موضوع پرمیتیشن رو نمیفهمن، او چی میگه؟ استاد بخواه امکان داره که در اینجا در رقم میایه شاید یه عدد ما باشه هفت صفر، اعداد چون تکرار نیست، یک دو، یا هفت مثلا یک، اینجا دو، اینجا سه. خب بگی نمی اعداد حساب کن چند بوده؟ چه امکان داره؟ برکنه یا نیم؟ چهار رقم میانه، رقم اولش هفت است، سه رقم دیگه تکرار نشد. سه رقم دیگه تکرار نشد، بگو چند تعداد عدد میتونه در این سیدان ها موجود شد. موضوع گیچ کننده است. شما مستقیم در فکر میرین خدایا هفت هزار مثلا هفت سفر یک دو یک عدد، هفت سفر یک سه دیگه عدد، هفت سفر یک چهار دیگه عدد، هفت سفر یک پنج دیگه عدد، هفت سفر یک شش دیگه عدد، همین رقم بازی یک بازی تغییر بازی تغییر کلش را بشین لست پای ساب کن جنجال نست. این ما در این موضوع امروز میبینیم، ما میبینیم که چند رقم عدد امکان پذیر است. این موضوع موضوعی خود پرمیتیشن است. باشه یک مثال دیگر میتونم این رو پاکنم آیا می آه بسیار خب یعنی من میخواییم مثال رو به خاطر طرح بکنم که شما هدف را درک بکنید که موضوع پرمیتیشن در کجا زیادتر استفاده میشن. خب یک مثال دیگر شما این فکر کنید که یک شخص است به نام احمد و ای از نگاه لباس سه پتلون داره، سه پتلون داره و دو بلوز، اولاد غریب. این حاله ای به چند میتود میتونه ملبس شود و بره حرکت کنه، بره به طرف مکتب یا به طرف پتلون یا به طرف هر جایی که حرکت میکنه. در کل یاده سه پتلون داره دو بلوز. چند طریقه امکان پذیر است که خود را لباس های خود را منظم بپوشه و بخیز حرکت بکنه، بخیز بره به طرف پانتون یا به طرف مکتب یا هر جایی که میره. بگوین چند میتید موجود است؟ خب باشین ببینیم که هر تحلیل میکنیم. پس با سیستم هر شبتان یاد میتونم که چرا هم امکان پذیر است. خب شما تو فکر بکنین یادم دو پتلون دارم، یک شب میمانم پی یک، یک شب میمانم پی دو. وقتی که پتلون اول را میپوشم ما سه پتلون دارم، حضرت میخوام سه دارم، پی یک، پی دو
20. از این سه احتمال دیگه خب موجود نیست نه؟ همون طرح سیا نیست. پتلون اول دوم سه هم. همین سه دان حتما یک شمی پوشن. آه یا نه؟ یا نه می پوشن. حتما یا پتلون اول یا دوم یا سه هم یک شتما. و ما گفتیم که از این سه دان هم. خب بر صورت. این هم در بلوس ها دو انتخاب داره. دو بلوس انتخاب داره. یا بلوس اول یا بلوس دوم. اگر پتلون اول پوشی. امکان داره که امرای عزی بلوس نمبر یک رو پوشه. یا امکان داره که بلوس نمبر دو. بنابراین یک احتمالش پی یک بی یک است. پی یک بی یک. همطورت دیگهش پی یک پی دو. این شکلی. اگر پتلون دوم بوشی. بلوس اول بلوس دوم امکان داره. بلوس یک بلوس دو. پی یک پی دو بی یک. و بی یک بی یک. پی دو بی دو. پی دو بی دو. اگر پتلون سوم بوشی. باز هم دو انتخاب داره بلوس اول بلوس دو اگر بلوس اول می پوشه پی سه بی یک پتلون سه هم بلوس اول و پی سه بی این حال چند طریقه موجود شد یک دو سه چهار پنج شش در کل شش بی تو وجود داره ساده نیست یعنی سه پتلون داشت ضربه و دو بلوس داشت سه ضربه دو چند شد؟ شش سکی چه خواستان است اما به شکل اگر دیاگرام درختی جور میکنیم فوق العاده جنجال است باشه نک مثال دیگه مال کار میکنیم که از این بطر جنجالی شود باز بعدا سیستم فرمول جزئیات رو بررسی میکنیم فهمیده میشه نیم؟ پتلون اول بلوس اول پتلون اول بلوس دوم پتلون دوم بلوس اول پتلون دوم بلوس دوم پتلون سوم بلوس اول پتلون سوم بلوس دوم اینا اگر همین سه نامه باشه یعنی ما پاک کردم مذارت میخواییم نمی فهم گرفتیم یعنی خب شما یک فکر بکنید سوال دیگه یک دخترک از نامک شبنم مثلا سیس شبنم میبینیم الان؟ بسوره؟ خب بنام شبنم بنام هر نامی که میمانیم گلسوم بنام فلانی گک بنام فلانی خب بسوره من میره انتخاب کردم بنام شبنم یک دختر این دخترک تصور بکنیم که تو من وکس دارم مکتب وقتی میده یک تفلک خورترک هست و معمولا در باستان خب بس مکاتب ما تا 10-11 بجه و 12 بجه رخصت میشن ولی اکثرا در خارج درس ساعت 8 بجه شروع میشن تا ساعت 4 بجه و متاسفانه دیگه اینطور نداریم ما تا ساعت 4 بجه از 8 بجه تا 4 بجه 3 تایم تبدیل میشن خب هر صورت خیلی سر سیستم مکاتب خود گپ نمیزنیم تعمیر نداریم با امکانات کافی نداریم و خود مقایسه هم با دیگران نمیتونیم شما این فکر بکنیم که این دخترک خورترک به نام شبنم این دو دستگاه داره یا دو بکسک داره دو بکس داره بکسک های مکتب دستگاه میگین بکسک میگین هرچی که میگین خب دو دستگاه داره صحیح است این دخترک سه دانه هم امی ظرفک هایی که بینش نان هم میمانه دیده تا چند منزل اگر که هست این تو چندی منزل که داره دو منزل سه منزل اگر سه دان از اینی بکسک ها باره میره بنام تیفین باکس میگه تیفین باکس درست است و این شکل این دخترک دو دانه هم بوتلک های او دارم رای خود این تک بوتلک ها دو دانه هم واتر باکس یا بوتر نه چی میگه اینال از شما سوال میکنم که همین دخترک خورترک همین دخترک نازدانه و همین دخترکی که بیچاره هم اول دوم یا سوم مکتب است این دختر وقتی که حرکت میکنه میره به طرف مکتب و چند میتود میتونه امی باکس و
دسکاو تیفین باکس دسکاو امرا با واتر بوتر خود امرا خود ببره. چند طریق امکان داره؟ خواهیم کان داره که دسکاو شماره یک رو بگیره، باز اینم شماره یک، اینم شماره یک، یا ایره شماره یک، ایره شماره یک، ایره شماره دو، یا ایره شماره یک، ایره شماره دو، ایره شماره یک. به همین شکل چند میتون موجود است؟ من فکر میکنم امید اقل گرم شده قانون هستی. میگه نمیال استاد گریم بیه مویاش دقا میگه چی چیش میکنم که ایره یه چی قسم سوال از طرح میشه. بله اول مجبور استم به همین شکل طرح کنم. لحظه که خلاص شد انشاءالله اگر رضای پروردگار پاک باشه باز فرمول ریزی میکنیم به اساس فرمول حل شد. سیز خاصه اینا ببینیم. این شب نمی عزیز چند دسکاون داره؟ دوباره فکر بکنید دسکاون را نام میمانیم یک دسکاون چی بگیرم؟ دی بگیرم سیز یا بی بگیرم باکس بگیرم بگیرم بیان دسکاون دی بگیرم دی یک و یک دسکاون دیگه هم دارم دی دو. از دو انتخاب زیاد ندارن و بار اول وقتی که انتخاب میدن یا دسکال شماره یک میگیره یا دسکال شماره دو میگیره. یعنی دیک میگیره دیک و این اگر اجازه از وقتی که دیک میگیره در قسمت تیفین باکس چند انتخاب داره؟ سه. یا باکس اول یا تیفین باکس دوم یا تیفین باکس سوم دیگه هم کار نداره. بنابراین در اینجا وقتی که میایه سه انتخاب داره. یا امکان داره تی نام شبان سیز تی یک بگیره یا امکان داره تی دوره بگیره و یا هم امکان داره تی سه. یعنی کم بزرگ رسونه یا امکان داره تی یک انتخاب کنه یا امکان داره تی دوره انتخاب کنه یا امکان داره تی سه. وقتی که تیفین باکس را انتخاب کرد یادم گرفت بعد از او به طرف واتر بوتل که میده دو دانه است. خواهد دو انتخاب زیاد نداره یا بوتل شماره یک میگه یا بوتل شماره دو. بنان در ای یا بی یک میگیره یا بی دو. یعنی به بار اول ای میشه دی یک تی یک بی یک دی یک تی یک دیگه چی؟ بی یک. اگر انتخاب کرد دی یک تی یک بی دو دی یک تی یک بی دو. اگر این دخترک تی دو انتخاب کرد با دسکاور یک باز هم در قسمت باکس ها دو انتخاب داره یا بی یک است یا بی دو. اگر باکس اول انتخاب کرد دی یک تی دو بی یک دی یک تی دو بی یک مغلق شده؟ درک میشه دی یک تی دو بی دو دی یک و همین رقم اگر تی سه را تیفین باکس سوم انتخاب کرد اما صندوق ها که نان سوم انتخاب کرد در صورت دی یک تی سه در قسمت باکس های بوتل های آ فکر میکنم دو بوتل هم داره بی یک بی دو میشه دی یک تی سه بی یک دی یک تی سه بی یک و دی یک تی سه بی دو دی یک تی سه بی دو. امی رقم میان به قسمه در اینجا هم وقتی که انتخاب میکنه اگر دسکاون دوم انتخاب کرد در قسمت تیفن باکس سه اپ داره یا امکان داره که تیفن باکس اول یا امکان داره که تیفن باکس دوم یا امکان داره که تیفن باکس سوم من بودره که نه در قسمت واتر بوتل یا قسمت این بوتلک های آبش هم دو انتخاب داره یا بوتل شماره یک انتخاب میکنه یا بوتل شماره دو دیگه انتخاب نداره نه؟ این میشه دی دو تی یک بی یک دی دو تی یک بی یک. من میفهم این رقم مشکل است اما چطور کنم دیگه؟ پس هم باز فرمول میتونم صورت کنم تی یک بی دو سوال کانکور پی رقم نمیشه که من بیشه میرقم دیاگرام رسم کنم ولی دیاگرام درختی هم داد. اگر این انتخاب کرد بی یک بی دو دی دو تی دو بی یک دی دو تی دو بی یک
دیدو تیدو بی دیدو تیدو بی اگر تیسیر انتخاب کرد بازم دو بوتن است بی بی دو دیدو تیسی بی دیدو تیسی بی یا و امی رفت مگر این انتخاب کرد دی دو تیسی بی دو حساب یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده یازده دوازده خیلی بنا ان چند میتوت موجود است؟ دوازده میتوت موجود است که دخترک در بین دو بوتل مزید بخیر دو دسکاول سه تیفین باکس و دو دانه هم واتر بوتل ای انتخاب بکنه چند میتوت؟ دوازده یعنی در کل من میتونم میرقم بگویم که اگر من سه جزء است یا سه جزء برم داده یکی دسکاول است یکی تیفین باکس است یکی واتر بوتل است تعداد از این چند؟ دو دانه تعداد تیفین باکس سه دانه و تعداد از این دو دانه ضربش کنیم دو سه شش شش دو درسته اینو میگم به نام میتوده این ضرورت نیست من کوشش کردم از طریق چی نام دارم؟ از طریق میتود درختی هم بفهمانو میتونم و یا از طریق میتود زرد این فکر میکنم موضوع ابتدایی بود که قبل از اینکه من راجع به پرمیتوشن بحث بکنم شما قبل از دیاگرام درختی و میتود زرد بفهمید بعد شده دیگه دیگه پیش میره تمک تیسته مالو میشم خلاص هست باکش کنم بسیار برم کمک پیش میره اسب زرب هم فهمیدیم و هم به شکل دیاگرام درختی و هم به شکل این باکس ها کن آستا استا داخل میشیم به تیوری پرمیتیشن یا تبدیل و ترتیب خب، در این تیوری باشیم برای مثال شما اینجا فکر بکنین که چهار شخص داریم چهار شخص داریم و یا بان، پنج شخص داریم پنج چاکی داریم اینجا فکر کنیم پنج شخص داریم و امیر هم پنج چاکی داریم و چند میتود میتونم این پنج شخص روی این پنج چاکی بشینم بار اول مثال میدکم از بار دیگر بازی دار مثال میگیرم پنج شخص داریم سه چاکی داریم یا دو چاکی داریم یا چهار چاکی داریم اول این رکمه که میخواییم بفرمانم بسیار فکر آرام کار داره لطفا بسیار دقیق باشه خب پنج شخص داریم پنج چاکی داریم اول اگر اینی چاکی ها باشن A, B, C, D, E درست؟ یا چاکی نمبر یک، نمبر دو، نمبر سه، نمبر چهار و نمبر پنج در اینجا چند شخص ششته میتونم خب حالا درست یک شخص اشخاص هم نام میمونم A, B, C, D, E یک شخص میتونه بشینه کدامش؟ A, B, C, D, E کدامش؟ شما میگن هر پنجش؟ هر کدامش امکان دارم؟ A امکان دارم، B امکان دارم، C امکان دارم، D امکان دارم، E امکان دارم خیلی در اینجا پنج طریقه امکان بازی هست وقتی که پنج نفر این پنج دو مانا نمیده که پنج نفر اینجا شیشتر این پنج دو مانا نمیده که این از این پنج نفر هر کدامش میتونه اینجا بشینه درک میشه؟ وقتی که پنج نفر نمیشینه که تان باشه هر پنج نفر که یکی شیجه شیش متواقی چند نفر میمونه به چاکی دو بگو مثلا A شش خب B, C, D, E میمونه چهار نفر نیستم تو؟ و اگر B میشینه A, C, D, E میمونه اگر C میشینه A, B, D, E میمونه
میشه فهمیده؟ من یه تو میگم اگر ای بیشینه در چوکی اول متباقی که اینجا میمانه در چوکی دوم بیام امکان داره، سیام امکان داره، دیام امکان داره، ایام امکان داره. اگر بی بیشینه ایام امکان داره، بیام نه بینه، سیام امکان داره، دیام امکان داره، ایام امکان داره. اگر سی بیشینه ایام امکان داره، بیام امکان داره، دیام امکان داره، ایام امکان داره. همین رقم تا آخر. خیلی بناهن چند امکان پذیر اینجا ما چند طریقه یا چند تعداد از اشخاص میتونه در این چوکی میشینه؟ چهار دانه. در اینجا چند دانه؟ در اینجا سه دانه، چون دو تاش اینجا شیش. سعی سه نفر نمیشینه که سه نفر به در چوکی میشینه، بلکه سه امکان داره. وقتی که سه دانه نفر پاش سه چوکی پاشد، دو دانه در اینجا امکان داره و یک دانه در اینجا امکان داره، چون هر چهارش اینجا نشست. آرام 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 لطفا، بسیار به فکر آرام، دقیق باش. در چوکی اول چند نفر امکان داره؟ پنج نفر. پنج نفر در چوکی نمیشینه، پنج امکان داره. نفر اول، باز نفر اول نی، بی بی نی، سی سی نی، دی دی نی، ای مقصد یکشان. یکشان که شش، چهار تاش اینجا میمونه، سه تاش اینجا، دو تاش اینجا، یک تاش اینجا. اینا پنج از اینا چی کنم؟ میتودم جمع کنم یا سر؟ پنج، چهار، سه، دو، یک. حالا بین از این همه چی نشته کنم؟ جمع یا زر؟ چی فکر میکنید؟ به نظرتان؟ زر بافر. زر، 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 زر. چرا جمع نی؟ چرا جمع نی؟ پنج جمع چهار نی؟ گوش بیجن. اگر نفر ای بیشینه چهار امکان داره. اگر نفر بی بیشینه باز چهار تا دیگه امکان داره. اگر نفر سی بیشینه باز چهار تا امکان داره. اگر نفر دی بیشینه باز چهار امکان که ای است، بی است، سی است، ای است. اگر نفر ای بیشینه باز هم چهار امکان، ای است، بی است، سی است، دی است. صحیح کو ای امکان هم است چهار تا، ای امکان هم است، ای امکان هم است، ای امکان هم است، ای امکان هم است. بنام یک دو سه چهار پنج، چند امکان شد؟ یک دو سه چهار پنج، پنج چهار بیست. حالا بیست از ضرب این دو تا با وجود نه یا از جمعش؟ پنج جمع چهار بیست میشه، پنج ضرب چهار ضرب آفر و همو قاطر من از ضرب استفاده میکنم. بنام خیبر کل چند میدود موجود است؟ یک ضرب دو دو، دو سه شش، شش چهار بیست چهار، پنج بیست چهار، یک صد و بیست. 120 طریقه موجود است که 5 نفر در 5 چوکی بشینه. 5 نفر در 5 چوکی. البته به تکرار. پس تکرار گپ میزنم که تکرارش چی مونه اونو رفت زده کن. برن به همین بیتون تعداد موجود است. همچنان امیر من میتونم این رقمی نشته کنم. امیره که 5 N باشه اینی N منفی یک نیست. ای ان منفی دو نیست، ان پنج باشه پنج منفی دو سه نیست، ای دیگه ان منفی سه تا آخرش چند شده؟ یک. آیا حاصل ضرب یک عدد به مراتب یک یک مرحله کم میشه ان فکتوریال نیست؟ سعی کن؟ این تو میگم چوکی اول پنج، باز چهار، چهار پنج منفی یک نیست؟ باز سه پنج منفی دو، باز پنج منفی سه، همین رقم تا که مرحله آخر چند بشه؟ یک. آیا حاصل ضرب اعداد طبیعی نیست؟ این منفی یک یک مرحله کم، باز یک مرحله یک مرحله، همین خودش تعریف فکتوریال نیست؟ بس خیلی میتونم نشته کنم چی؟ این فکتوریال خیلی بنام به روش بسیار زیاد ساده هم من میتونم عوض از این که پنج، چهار، سه، دو، یک بگیرم، من میتونم به عوضی از این پنج شخص و پنج چوکیست میتونم نشته کنم مستقیم پنج فکتوریال، پنج فکتوریال یک سد و بیست. این رو میگم ترتیب. اما اگر پنج شخص باشه سه چوکی باشه، باز این فکتوریال جمع دار جور. شما وقتی از این فکتوریال استفاده بکنید که بحث سر دو بحث است، یکی سر این است، یکی تعداد انتخاب از این است، یکی یک حالت کلی است، یکی انتخاب از حالت کلی است. اگر این دو دانه با هم مساوی است در خود سوال، با دو صورت میتونی از فرمول این فکتوریال استفاده کنی.
اما اگر قرار تو باشه که بگوید که نه پنج چوکی و سه پنج فرزند شخص و سه چوکی، با در صورت بگه که چند روش موجود است حسابش بکنیم، با در صورت این فکتور اصفا کنم در این مایتو میگم یه بگیرین تیستر تیستر خلاص است پاکش کنم آیا نه یک دو سه پاکش میکنم بسیار خوب سعی کنم تکرار آن کار داره لطفا سوال اگه تو باشه که پنج شخص است و سه چوکی است جمع میشه من شفا گم میشه چوکی و شخص و از شما بگویه که تعدادش را پیدا بکنید تعداد میتودایی که امی پنج شخص برای سه چوکی میتونه میشه این را پیدا کنید دقیق داری اول این شد چوکی اول چوکی شما را دو و چوکی شما را سه این یک این دو این سه اشخاص ما پنج شخص امکان داره A, B, C, D, E این نامش در اینجا کدام شخص میتونه بیای بشینه هر پنجش هر پنج همزمان نه لطفا پنج دانه یکیش یا ای میشینه ای خلاص شد چرا در دست یک نقید شده در قسمت احتمالات در بخش پرمیتیشن و کامبینیشن چی از تعریفش پیدا کردن میتود ها تعدادش چند تاست یک تاست دو تاست سه تاست چهار تاست چند تاست یعنی پنج تا معنا نداره که پنج نفر این پنج نفر همزمان این تو معنا نمیده بلکه تو معنا میده که یا ای دو میتود شد یا سی سه میتود شد یا دی چهار میتود شد یا ای پنج میتود شد این پنج تعداد محاسبی همی اشخاص است یک بار دو بار سه بار چهار بار پنج بار بعد از اون پنج نفر یکش اینجا شیش متباقی چهار نفر اینجا میمانه سه نفر اینجا میمانه خیلی میره با هم دیگر چی کنیم جمع کنیم یا زر زر آفرین نابشته دلیلش گفتم پنج ضرب چهار ضرب سه سه چهار دوازده پنج دوازده شست بنابراین چند طریقه امکان پذیر است که اینا رو حساب بکنیم اینا میتونن البته بالا همی سه چوکی بشینن شست میتود در کل موجود است چند میتود؟ شست میتود در کل موجود است بسیار خوب این اگر اجازه میدین یک کار دیگه هم میتونم کنم پنج، چهار، سه و امی رقم اینا رو که با هم دیگر ضرب کردیم بالاخره امی رابطه که بر ما دارد این را اگر اجازه میتین میخوایم یک قسم دیگه هم عرش بگم تا که رابطه پیدا کنیم این اخری خودشی جمجال است تا حتی من مطمئن هستم که تا امیر شما گنج شدیم خیلی مذارت میخوایم گوش کنیم آیا میری ناشته کرده میتونم پنج ضرب چهار ضرب سه ضرب دو ضرب یک تقسیم دو ضرب آیا نه دو یک دو یک کرده خلاص میشه میتونی اگر میتونی اینی n فکتوریال نیست بس بلچی دو ضرب یک دو ضرب یک دو فکتوریال است عوض دو ضرب یک که دوست عوض که دو ضرب یک دو است من میتونم نشته بکنم پنج منفی دو دو ضرب یک دو ضرب یک دو فکتوریال است عوض من میتونم نشته بکنم که پنج منفی دو نه پنج منفی سه معذرت میخوام پنج منفی سه فکتوریال میتونم نشته کنم آیا نه دقیق شد پنج چهار سه هم. من نشته کنم پنج چهار سه دو یک خوبیش است تقسیم دو یک دو یک به دو یک خلاص میشه یعنی پنج تا یک ضرب این فکتوریال نیست دو ضرب یک دو فکتوریال است به عوض دو فکتوریال من میتونم نشته کنم پنج منفی سه فکتوریال به عوض پنج منفی سه دو فکتوریال آه میتونی اگر میتونم ای صورت ما این فکتوریال یعنی پنج تعداد اشخاص ای این است منفی عوض ای سه این هست نام زیر اگر اجازه است آر میمونم این منفی آر فکتوریال اینی بود فرمولش و این را ایتون نشان میتن N, P, R درسته؟ خیلی بنام فرمولش یافتم N, P, R بعضی کتاب ایتون نشان میتن N, R صحیح؟ رابطیش چیه؟ N فکتوریال بر
n منفی r فکتوریال. اینی بود فرمول پرمیتیشن یا تبدیل. یک شاگرد میگوستاد اگر ای کتی از این مسایی میشن آر امرای از این مسایی میشن اگر آر مسایی به این شود در این صورت ان پی آر به جای آر ان مسایی است صورت ان فکتوریان و ایواز از یام ان ان منفی ان فکتوریان صورت میشه ان فکتوریان و ان منفی ان صفر فکتوریان صفر فکتوریان چند است؟ یک در جبر خواندیم این میشه ان پی ان وقتی که دو تا مساوی بشه رابطش میشه ان فکتوریال این رو میگن ترتیب و این دیگه اگر ان و آر مساوی نیست نامت بیاد میکنن ترتیب بنام اگر نظر من رو میشنم از این فرمول همش استفاده کنیم به نفعتان است این رقمی نکنید که خدایا من چون چو وقت من از ترتیب کار میگیرم من چون چو وقت من از تبدیل کار میگیرم امیر اخو من این نفهم میگیرم گاهی استاد بیچاره ان فکتوریال میگیره گاهی استاد ان و آر می ان پی آر میگیره آنوس باش، آسره که کامبینیشن برسیم او یک جنجال دیگه بر ما جور میکنن باز وقتی که من کامبینیشن دست میدم شما تفکیک به این سوالا رو میفهمید که چه وقت من از ترتیب کار کنم، از تبدیل کار کنم و از ترکیب کار کنم نظر من رو بشنوید، دیگه این فاکتوره رو پاک کنین از ذهنتان اینی فرمول آل فیلن در افزتان، در آفزیتان باشه، این پیار اگر مسایی بود بازی نیش خیلی یک مرگی زده به این یک این وازه که خلاص ایواز از یه آر این وازه که این منفی این صفر فاکتوریال میشه صفر فاکتوریال یک میشه بس فرمول فاکتوریال میگیره دیگه من نایی بیرم که تو من چه از چهار فکتوریال کار بیرم یا سه فکتوریال بیختل بیختل نشو وقتی که میبینی که نمی اعداد در کل کلش استفاده میشه بازم این پی آر کمش هم استفاده میشه این پی آر خب یک چیز یاد من باشه که این از آر کرده بزرگ است یا میتونه مسئله باشه مثلا اگر به شما بگوید پنج شخص سه چرکی اینی را این بگیرین اینی را آر اگر ای تو بگوید سه چرکی سه شخص پنج چرکی باز اینی را این بگیرین اینی را آر در این آر اما بزرگش را این انتخاب کنین کوچکش را چی؟ آر انتخاب کنین ما مرسی پایی بفاق بگیرین اینی را بگیرین بعد از اون تعریف خود پرمیتیشن رو بتان نشته میکنم خیلی پرمیتیشن اینجا بتان میگم پرمیتیشن چی است؟ میتونی محاسبه اعداد که به یک نظم برقرار باشه مثلا پنج چوکی و پنج شخص و سه چوکی چطور بالای هم دیگر میشینه امیره در کل که شما محاسبه میکنید که میگید شخص میتود موجود است این امیره یاد میکنه به نام چی؟ به نام پرمیتیشن درست هست نیم؟ یعنی پیشتر میتو دیدم پنج شخص است پنج چوکی است امیره که در کل شما حساب میکنید این امیره چیه؟ پرمیتیشن یا مثلا دختره که خورترکی که مکتب میرفت دو دسکال داشت و سه تیفین باکس داشت و دو دانه واتر بوتل داشتن چند میتود موجود است که انتخاب میکرد این امیر که ما حساب کردیم 12 تا 20 تا 30 تا 25 تا این امیر در کل حسابگیری که شما در کل حساب میکنین همین تعداد گروپ ها را همین تعداد نظم را وقتی شما حساب میکنین این را میگن پرمیتیشن صحیح است؟ این را بگیرین دیستر من تعریفشم بشتر خلاص کنی. مالون میشن؟ باکشتون مغلق بود؟ نیست مغلق توصله کنین یک بار که من مثالا رو شروع کنم به یکی ذهنتان باز میشه آل ذهنتان و جز جمع تفریق ضرب تقسیم نهایه شاگرده عزیز اکثرا فکر میکنه که مطابقت تجزیه یاد گرفت کور فتح کرد ریاضی بسیار باریکی خاص خود داره و شما چقدر که میخوانیم به همون تناسب صدتان بیان میگه خب بیان تعریف چی نشته میکنیم نشته کنیم In how many ways same number of object can be arranged by changing its order Thank you.
چی از پر میکشن؟ In how many ways same number of object can be arranged by changing its order? محاسبه طریق میتوده های مختلف object اجسام که به چند طریق بین هم تنظیم میگردد تبدیل یا میشود. محاسبه میتود های مختلف کمی آبجکت ها را دیگه آبجکت ها نیست سیم نمبر آف آبجکت ایتونه مثلا ما سه فکر بکنه تیفل باکس هم در نظر گرفتم دوتا دسکاور هم در نظر گرفتم محاسبه هم میتود ها دیگه نمی سه دانه تیفل باکس با دو دانه دسکاور و تیفل باکس هم بطرقه نام ظروف نام اینه میره محاسبه بگم یا مثال اول فرض مثال یک شخص برام احمد محمود شفیق هر کسی که هست این شخص دو پتلون داره و یا سه پتلون داره دو بلوز به چند طریقه ملبس میشه توسط همی آبجکت را دیگه نیه که دیگه لباس ها رو شما برش بیاریم اینطور نیه یا پنج شخص سه چوکی همی دو آبجکت که وقتی ما بررسی میکنیم یک تعداد دوستای عزیز ما گفتن استاد دلیل زیاد بساز من هر دوش هم در نظر میگیرم درست است؟ چرا از این چینل افغانهایی که خارج از کشور هم استفاده میکنم بنان لطفا مرا درک بکنید و انشاءالله ما کوشش میکنیم آخرین تلاش معنی است که از این سطح پسرفتگی و عقب ماندگی چیزی که من یاد دارم براتون برسانم محاسبه میتودهای مختلف اجسام که به چند طریق بین هم تنظیم میگردد تبدیل یاد میشود و رابطه شی NPR مساوی از به N فکتوریال به N منفی R و اگر آر مساوی به ان اینجا ان بزرگ مساوی به چی است آر و اگر ان مساوی به آر شد در این صورت ان پی آر مساوی می شد به ان فکتوریال کیش استاد صاحبا نامش ترتیب می گن و ایره نامش تبدیل می گن و ترتیب تبدیل هر دوش یکیست شما چه وقت از این کار میکنین چه وقت از این کار میکنین شما بد میکنین از این بعد میبینی کار میکنی این از این استفاده که خلاص محبید زده کردیش مسئولی بودن میره بازم انتخاب بکن درست هست؟ خب ما میایم سر مثال های از اینا اول مثال های را کار میکنم که اینی به شکل الجبریک چطور حل میشه مثلا اینجا چهار بجه جا سه باشد چطور حل میشه بعد از اون میایم سر مثال های عبارتیش اعداد برتان میتونم به چند طریق موجود است دو رقمی میسازیم سه رقمی میسازیم جفت میسازیم تاق میسازیم ارقام تکرار باشه ارقام تکرار نباشه اینا رو در کل درست است؟ مثال اول ما بسیار مثال های خدایی است فوق العاده ساده است شاگردک های الجبر خوب میفهمن هیچ نیاز نیست بعد از شیدام بتی ببینی ولی بازم اگر ببینی خوب است بعد از او به روز آینده من مثال های کار میکنم که کلن به شکل عبارتی طرح میشه و بسیار مثال های باری سوال کنکور هم زیاد است بر صورت دیگه بگیریم خلاص است؟ باش میکنم What is permutation? Just is permutation? And how many ways the objects can be arranged? به چند طریقه که ما این را میتونیم تنظیم کنیم. خب، ما ببینم که مثالک های ابتدایی. یک چیز دیگر را میخواییم برتان بگویم که قبلا اینجا من در جواب هم سوال کرده بودم میتونیم بگویم صفر فکتوریال چند است؟ یک همین قبلا هم ثبوت کرده بودیم ولی حالا هم میخواییم بگویم وعده قضیه میگم من یک میخواییم بگویم صفر فکتوریال چند است؟ یک فکتوریال چند است؟ یک های فرق از این چیز بفرما در جبر میره سوال کرده بودم چی فرق داره؟ خب گوش کن اول صفر فکتوریال چطور یک است؟
ما میتونم نشته کنم که 4 فکتوریال مسئله 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1 1 2 2 2 3 6 6 4 2 4 میتونم. اگر میتونم میتونم نشته کنم 4 فکتوریال 5 فکتوریال بر 5 هایی تو را میتونم. چرا 5 فکتوریال عبارت از 5 ضرب 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1 تقسیم 5 است. این که تزیخ وقتی که پس ضرب کنیم 24 صحیح؟ خیمه 3 فکتوریال چی نشته کنم میتونم؟ 4 فکتوریال بر 4. ما 2 فکتوریال چی نشته کنم میتونم؟ 3 فکتوریال بر 3. ما 1 فکتوریال باشه اینجا ما 1 فکتوریال میتونم نشته کنم 2 فکتوریال بر 2. با چرا نمیتونیم 2 ضرب 1 2 به 2 خلاص 1. خیلی ما 0 فکتوریال را میتونم نشته کنم 1 فکتوریال بر 1 و این پس میشه 1 1 فکتوریال 1 1 بر 1 1. فرق از چیز گوش در قسمت فکتوریال فرقی میتونم فرق از چیز بسیار ساده. شما این طرف بکنیم که یک دانه باکس داریم و یک دانه هم بال داره. با چند طریقه میتونیم که یک بال در داخل یک باکس کنیم؟ خب یک طریقه، خب این بال رو میگیریم مستقیم اینجا میگذاریم، اینه میگن یک فکتوری هست. دیگه سوالی هست که یک دانه باکس داره ولی بال نیست، نو بال، باز هم ای یک است و اینه میگن صفر فکتوریال. فکر کنم فهمید. یک فکتوریالی تو معنی بده که دو جسم است، دو جسم متفاوت یکی در دیگر گذاشته میشه. مثلا یک چوکیست یک شخص، به چند طریقه امکان داره که یک شخص سر یک چوکی بشه؟ نخواه یک طریقه امکان داره دیگه، خود دومه جزم بشینه یا پای خود یا سر خود در زمین میمانه، یک دفعه پای خود بالا میگیره. چرا؟ خب معلوم دارست یک میدود است دیگه، دفعه شخص نیست تنها چوکیست. یعنی چی میگیم؟ صفر فکتوریال، ولی باز هم هر دویش یک. فکر میکنم موضوع بعدش برش رو دیگه دیگه تیستر. خب یک مثال کار میکنم، مثال های میدود عجبی بعدا انشاءالله در لکچر ما بعد حالی هم لکچر فوقلاده فکر میکنم زیاد شده. باز مثال های عبارتیش مد نظر میگیرم، چیزی که بسیار زیاد توش نشستیم. خب مثال اول یک مثال بیش از حد ساده میگیرم. چه قصه؟ شما این فکر بکنیم که ام پی چند بگیرم؟ 4 مساوی به 360 است. قیمت ان را پیدا کنیم. ان پی 4 مساوی به 360 است. قیمت ان را پیدا کنیم. حالا دیگه ویدیو رو ساختیم و خودتان شروع کنیم. تسته میتونیم؟ تستیست؟ یک دو سه حل کنیم. یک دو سه حل شد یا نه؟ خب حال معلوم میکنم، ببینیم که این جواب میده یا نه. اول رابطه ان پی آر رابطه چی است؟ ان فکتوریال و ان منفی آر فکتوریال. اینجا ان چند است؟ خود ان است فکتوریال. آر چند است؟ 4. آفرین، این میشه n منفی 4 فکتوریال مساوی به 360. اینا رو بریم دیگه حل بکنیم، مطمئن هستم میتونیم. n تا چند انکشاف میده؟ n منفی 4. این میشه n، n منفی 1، n منفی 2، n منفی 3، n منفی 4 فکتوریال بر چی؟ n منفی 4 فکتوریال صحیح؟ مساوی به چند؟ 360. n منفی 4 و n منفی 4 خلاص. قبول داری؟ متوقع چی میشه؟ n، n منفی 1، n منفی 2، n منفی 3 مساوی به 360. n حالا میشه دیگه رضا کن، n، n منفی 1، n منفی 2، n منفی 3 مساوی به 360. این اگر زهر کنه نفس کنه میکشن. n، n منفی 1، n منفی 2، n منفی 3 مساوی به 360. سعی کنید نظر من اگر میشنویم این معادله وقتی که ضرب شود 1، 2، 3، 4 من فکر میکنم درجه 4 میشه. درجه 4 حل کردنش جنجال میدیدن.
چیز بله باز ازی چهار جواب میگیرم دو چهار شش پنج دو چهار شش پنج کدام جواب درست است چیز بهتر یک قیمت گذاری کنیم در غیرش این معادله بتون جنجال جور میشه آیا تکنیک انشاءالله روزی که ملجب بخش تجزیه رو شروع بکنم تکنیک تجزیه درجه 3 را و او درجه 4 که به درجه 2 تجزیه میشه اینا رو بتون یاد میتونم انشاءالله کم کم تسلطم قوی میشه خب قیمت گذاری میکنم دو رو وزن میکنم دو رو که جواب زکنی دو منفی 3 منفی 1 میشه دو منفی 2 صفر میشه و صفر ضرب 360 نمیشه قوی نیست 4 رو وزن کن 4 4 منفی 1 3 4 منفی 2 2 4 منفی 3 1 این ضرب بکنیم 360 نمیشه نمیشه دیگه هم انتخاب نکنم 6 رو وزن میکنم 6 6 منفی 1 5 6 منفی 2 4 6 منفی 3 3 آیا 360 خود شد 3 4 12 5 12 6 6 ضرب 6 360 اینجور سوال نه؟ کافی کنید تیسته؟ خلاص هست؟ باکشون یک مثال دیگه میگه میتونه دیگه اینقدر جنجالی نیست میتونه بیتید الجبر است فقط یک تعریف فکتوریال است و اینجا تعریف تبدیل و ترتیب است خب مثالا که دیگه تو باشم ببینم که چه رقم مثال است یک مثال دیگه هم میدونم این جمع پنج مثال دو این جمع پنج پی این جمع یک مساوی است به مساوی است به 11 n منفی 1 بر 2 ضرب n جمع 3 ضرب n جمع 3 p باشیم سوال بگیم n جمع 3 p n میگه قیمت اینا پیدا کن سوال دوباره میخوام n جمع 5 p n جمع 1 مساوی است به 11 ضرب n منفی 1 بر 2 ضرب 11 ضرب n منفی 1 بر 2 ضرب n جمع 3 p n خب حل کنم آیا نه خب حلش می کنم شروع کن فرمول n p r n p r چه ساختش؟ n فاکتوریال بر n منفی r فاکتوریال به اینجا n چند است؟ n جمع 5 فاکتوریال بر n منفی r n چند است؟ n جمع 5 منفی r n جمع 1 این منفی هم به ضرب میشه منفی ضرب n منفی n منفی ضرب 1 منفی n فاکتوریال فامیلیالی؟ گفت شدی؟ سعی کن؟ اینی n n n n منفی r اینی n است منفی r منفی در r ضرب میشه r رو چقدر r منفی رو چقدر است r دو قسمت است که n جمع 1 است منفی رو داخل n جمع 1 ضرب میکنم منفی ضرب منفی n منفی ضرب منفی مساوی است 11 ضرب n منفی 1 بر 2 ضرب یا ماینگر n چند است n جمع 3 فاکتوریال بر ای منفی n جمع 3 منفی n فاکتوریال این بین خلاص اینجا n بین خلاص n جمع 5 فاکتوریال بر 5 منفی 4 فاکتوریال مساوی است به 11 ضرب n منفی 1 بر 2 ضرب صورت n جمع 3 فاکتوریال بر 3 حال چی کار کنم؟ تمام اینا رو سو بیارم
چی گفتین؟ اعداد ثابت دستون میبرم. اینی و اینی. این دوتا در صورت هستنی؟ ایتو نگم. این جمع 5 فکتوریال و 4 فکتوریال مساوی است. 11 ضرب صورتش. 11 ضرب این منفی ضرب این جمع 3 و 2 ضرب 3 فکتوریال. میتونی زب کرد 2 6؟ نه. سه فکتوریال خود 3 نیست. این باید ساده شد و باز ضرب میشه. مطمئن است بتونم بفهمم. اینی دوتا اگر اجازه است روان میکنم اینجا. این میشه این جمع 5 فکتوریال بر این منفی 1 ضرب این جمع 3 فکتوریال مساوی است. 11 را 4 فکتوریال ضرب میشه. 11 ضرب 4 فکتوریال بر 2 ضرب 3 فکتوریال. این جمع 5 تا این جمع 3 انکشاف میدم. این جمع 5 این جمع 4 این جمع 3 فکتوریال. می فهمیدی؟ در این فکتوریال هر مرحله یاد تو کم. این جمع 5 یکی کم یکی کم. بله. این منفی این جمع 3 فکتوریال. این هم که تزی خلاص. مساوی است. 11 ضرب 4 ضرب 3 فکتوریال. بعد 2 ضرب 3 فکتوریال. این دوتا هم خلاص. 1 2 2 2 2 4 2 11 22. طرف های بسته. این ضرب می کنم. صحیح است نه؟ این ضرب این مربع. 5 جمع 4 9 این مثبت 4 5 20 مثلا اینجا اونجا زرد کن اینجا 9 11 22 22 زرد بزی لطفا به یک اپا می کنی 22 زرد این 22 این 22 زرد این 22 تمامش یک طرف گرم چون مادر درجه دوشت این مربع مثبت 9 این 22 این ایسو بیا منفی 22 این 22 ایسو بیا مثبت 22 جمع 20 جمع 22 مثلا غلط خدا کرده می خلاص این مربع 5 و 4 9 5 4 20 صحیح است 2 11 22 22 ضرب از 22 این منفی 22 انشاءالله صحیح اوی طرف بیاد منفی منفی 22 هم بیاد مثبت 22 بسیار خوب این مربع باشه کار ندارم 9 این و 22 این منفی چند میشه از 22 که 9 بره 11 12 چند 12 رو بگیم 22 که 9 بره چند میشه 13 13 این 13 این مثبت 20 و 22 42 مساوی با 0 صحیح؟ آه صحیح 42 رو بعدا تجزیه کنید جمع کنید 13 7 و 6 7 و 6 42 7 جمع 6 13 هم الان ما عدیش من بگیم جوابات خلاف بشاره این 1 مساوی با 7 و این 2 مساوی با 6 این انتی جوابش صحیح؟ عدو جواب صحیح؟ آه عدیش صحیح از کجاش با میدی؟ مقصد یک شب داره یعنی اینا را اینیا را وقتی که دی فکتوریال وضع بکنین دی قسمت فکتوریال نباید منفی شد و نمیشه انشالله بیخی سیست خیبنان هم در بدل شش هم در بدل هفت جواب خواهد داد اینو بگیرین دیگه سوال میگیرم آسان نبود؟ آسان بود نه؟ خواه 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 باک شنا؟ آیا نه؟ یک سوال دیگه میگیرم باز بر لکچر امروز که فرد میکنم لکچر ما بعد انشاءالله سر سوال های عبارتی زی بحث میکنم چیزی که در کانکور فوق‌العاده زیادتر هم میشه و مطمئن است که اکثر تان میترسیم از اون سوالات الان چند نمبری جفت جور میکنیم داغ جور میکنیم که اینطور میشه و اونطور میشه اینا رو انشاءالله خب مثال ما بعد چی گفتند مثال چند مرسی اون برده بگیم دو این من بیاد پی ان تقسیم دو این جمع یک پی ان منفی یک مساوی با پنج بر سه بگی قیمت اینه؟ بگی کن چهار جواب بگیرم چی بگیرم؟ اون طرف مشتر بگیرم به این طرف بگیرم چهار جوابش دو چهار پنج و جواب چهار هفت حالا دیگه این رقم هم آسان است به جای اینی جواز کنین اینی جواز کنین مستقیم مقصد پنج برسه شو خلاص صحیح دو چهار پنج هفت خلاص است حل کنم یا چهار بمش
خب فرمول چیست؟ NPR NPR N factorial بر N منفی R factorial N چند است؟ 2 منفی R این میشه 2 منفی R factorial بر N منفی R N چند است؟ 2 منفی R منفی R N factorial این یا factorial تقسیم اینی شد تقسیم باز اینی N است N دو N جمع یک فاکتوریال بر ای منفی دو N جمع یک منفی N منفی مثبت یک فاکتوریال بکنم بکنم فامیلی N فاکتوریال N فاکتوریال N N N N منفی R R ما چند است؟ N منفی یک منفی ضرب N منفی N منفی ضرب منفی یک مثبت یک مستقیم نشکن لطفا نظر وقت میگیره بری خود مساوی است من پنج بر سه از اینکه اگر اجازه است تقسیم به ضرب تبدیل میکنم این میشه دو ان منفی یک فکتوریا بر این قسمت دو ان منفی ان ان منفی یک فکتوریا تقسیم به ضرب تبدیل این کس است سرچپه این میره به صورت دو ان که ان بره ان منفی یک مثبت یک مثبت یک مثبت دو فکتوریا و این میاد مخرج دو ان جمع یک فکتوریا مساوی با پنج بر سه حال چیکار کنم؟ این دو تا بین خود ارتباط داره دو این کتی دو این دو این جمعه یک زیاد است یا دو این منفی یک دو این جمعه یک خیلی تا اینجا انکشاف میده این میشه دو این منفی یک فکتوریال و بین از این دو تا ای زیاد است ای دو تا این منفی یک انکشاف میده این جمعه دو زیاد است نه این جمعه دو تا این منفی یک انکشاف میده این میشه منفی یک فکتوریال ضرب این جمعه دو تا این منفی یک میشه این جمعه دو این جمعه یک باز چی؟ N باز N منفی یک فاکتوریال N جمع دو یکی کم N جمع یک باز N باز N منفی یک ای را تا به دو N منفی یک انکشاف میتونم دو N جمع یک دو N جمع یک یکی کم شده دو N یکی دیگه دو N منفی یک فاکتوریال مسیبه سیبه پنج دو N منفی یک دو N منفی یک خلاص N منفی یک و N منفی یک خوشه صورت هم نام خودت یک درجه سه میشه ضربش میکنم میمیره چاییست؟ این جمع دو این جمع یک که ضربش ها چند میشه؟ این جمع دو این جمع یک میشه این مربع مثبت سه این مثبت دو این مربع یک جمع دو سه مثبت دو چاییست؟ ضرب این ضرب این دیگه هم که شود این میشه این مکعب سه این مربع بله مخرج اوه 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 شکر خداست این میگه این کت ازی خلاص بسیار معقول آمد نه این کت ازی خلاص تا خوب شد های ناک رقم کردیم این شد این تا ایسته حالا سه شد نه این مرابع یک جمع دو سه یک دو دو این کت این خلاص کرد این دو رو هم زرد نکنم دو دو چار این دو زرد یک دو مصبت دو مساوی است من سه بر پنج ببینید غلط رو نکردیم نشده غلط دو این چهار چهار مثبت دو مثبت دو سعیست پرفای بستنید پنج زد بزی پنج این مرابع مثبت پنج سی پانزده این پنج دو ده مسایی با سه چهار دوازده این مثبت سه دو شش ساده می سازیم پنج این مرابع دوازده این سو بیاریم از پانزده تبدیل کنیم مثبت سه این شش همی سو بیار از این تبدیل کنیم مثبت چهار مسایی با سفر پنج این مربع دوازده سوی منفی دوازده از پانزده تبدیل سه این شش سوی منفی شش ده تبدیل شد چهار این حاله برین فرمول محمد بریم موسا یا طریقه چلی با اگر قیمت بزرگ هم میشه مقصد این قیمت یک شبازه بکنیم هر کامش که ایره سفر بسازه اگر نسازه باز چی؟ دلتا دیگه تشکیل بتیم فکر میکنم که جواب نمیده پنج این مربع مثبت پانزده این مثبت ده سهیسته سه چهار دوازده این سه دو شش من که بیرم در کانجای غلط نکرد باشم دو این منفی یک این هم فکتوریال دو این منفی یک منفی این تقسیم دو این جمع یک دو این جمع یک منفی این منفی منفی مثبت یک مثل پنج برسی دو این منفی یک دو این که این برای این منفی یک فکتوریال
تقسیم به ضرب تبدیل کس سرچپه دو ان منفی ان ان مثبت یک یک دو صحیح است دو ان جمع یک ان دو جمع یک فکتوریال مثل پنج برسیم دو این منفی یک خودش، این منفی یک هم خودش، این کشاف دادم این جمع دو، این جمع یک، این منفی یک، این کشاف دادم دو این جمع یک، دو این جمع یک، یکی کم دو این منفی یک، مقدر از این خود خلاص کرد، این منفی یک هم کرد، این منفی یک خلاص کرد، این به این خلاص شد، این مربع هم، مثبت یک و دو سه، مثبت یک دو دو، و دو ضرب دو این، چهار این، مثبت دو، مساوی است پس سه بر پنج، ایری سو آوردم. پنج زب کردم پنج این برابر پنج سی پانزه پنج دو ده و اوه ای پنج بر سیز اونجا ما سی بر پنج اوف چی بدی کردی پنج بر سی سعی تو پنج بر سی پنج بر سی اینجا سی بر پنج شما هم نیست که غلطی نمیدید سعی است نید میدید به زب شروع کرد خب نوشته دارید گناهی من چیست سه این مربه مثبت 3 3 9 ان 3 2 6 5 4 20 ان 5 2 10 3 ان مربع 20 ان ایسو گرد منفی 20 ان از 9 ان تفرید منفی چند میشم 11 ان 10 ایسو گرد منفی 10 از 6 تفرید کن منفی 10 از 6 تفرید کن کامره هم اشاره صرف میده که خلاص میشه چارچش منفی 4 مثل بس این حال پر از دلت از طریق فرمول محمد بن موسی کار میکنی یا چار جا بازه میکنی اگر این چار جا دوش هم بازه میکنی سید آن دل تار تشکیل بودی یازده مرا به اکسل بیستی هم منفی چاری سی منفی منفی مثبت چار سی دوازده چار دوازده چار دوازده چلا هشت حال تو میشه دلتا مساوی است بر یک و هشت نو دو چار یک سل شست و نو از اینجا این یک این دو مساوی است بر منفی بی مثبت منفی جزر دلتا بر دو ای میشه فهمیده؟ این یک این دو مساوی است منفی بی منفی یازده یک منفی داری مثبت یازده مثبت منفی جزر یک سه شست و نو جزر یک سه شست و نو سیزده بر دو ای دو سه شش یک بار جمع کنین یک بار تفریق یازده جمع سیزده این یک مساوی است یازده جمع سیزده چند میشه؟ یازده جمع سیزده بیست و چهار بیست و چهار تقسیم شش چهار این دو مساوی است یازده منفی سیزده منفی دو منفی دو تقسیم از این منفی یکی بر سه اما این جواب نیست بعد از اینکه اینجا کلش سر و کارش تو اعداد مثبت است به صورتی به درس امروز امیدوارم خسته نشده باشین ما درس آینده انشاءالله راجع به مثالای عبارتی زی بحث میکنم و انشاءالله مطمئن هستم که کاملا لذت میبرین وقت خوش خواهش آخرین بازم همی است از پیشتان اول و آخر که لطفا چهی نله به همه دوستانتان برسانید دوستتان دارم خداحافظ